پنجه مریم رسته در شکاف صخره‌ای، این همه رنگ از کجا آورده ای تا به شکوفی؟ قطره قطره شکوفه از سر صخره ها گرد آوردم، از گلبرگ های سرخ دست مالی بافتم تا آفتاب هدیه کنم. تیه خوشبختی همش صبح تا شب دویدم من، حتی یک آشنا یک آشنا ندیدم من. به آخر این سفر میرسم کجا؟ تو منو تنها نذار ای خدا. خدا شهر من آسمون آبی داره، روز روشن شب مهتابی داره، اگه رویای قشنگ شهر تو بره دست از سر ما برداره. آسمون اینجا خاکستریه، قصه هاش قصه دیو و پریه، آدم ها وقتی واسه هم ندارن اینجا معلوم نمیشه کی به کیه، کی به کیه. توی این شهر شلوغ یک آشنا کنارم نیست، حتی یک سرپناه واسه قلب بیقرارم نیست. نمیتونم باشم از قصه ها جدا، تو منو تنها نذار ای خدا. خدا سفر کجاست؟ کی میدونه آخر قصه چیه؟ قصه چیه؟ تو منو تنها نذار ای خدا. خدا سروه بله اونجا رو کجا رو تو اینجا چه کار میکنی؟ آقا بعد دل پاور نبود، گفتم بچه نازنینم من بیام بزنم تو شهر تو برای چی؟ مگه من مرض دارم؟ سلام خوبه ننه قلبه؟ سلام بیبی، مگه شما میخواین بیاین با ما؟ آره میخوام بیام. مگه نمیبینی بخچش زیر بغلشه؟ بیام بشینین غذاتون رو بخوریم برگردیم بریم سر خونه زندگیمون. بیام بشینین. چی رو برگردیم؟ مسخرمون گرفتی؟ این همه رو اومدیم دوباره برگردیم بری؟ من یکی تهرون بیا نیستم. اسمان آقا نگاه کن، هیچ کس هم که باد نیا تهرون، من خودم باد میام تهرون، فهمیدی؟ بیبی بچی شمرینی کجا؟ بیا نهارتو بخوا بعد برو. بدو واسه اینجا ببینم پشه را بایستاده بره بره منه نگاه میکنی بیاد بخوری که تو بره تهران دیگه. هی باسه در اونجا گفتم واسه تا عشقی شما را عشقه کرده را تا عشقه ذات تو عشقه رفت را تا عشقه تو به چه حقی ننه من سوار ماشینت کردی آورده اینجا ها؟ مثل اینکه یه چیزی هم به شما بده کار شدیم ها. آقا عزیز من کی به تو گفت این بنده خدا را سوار ماشینت کنی بیاری اینجا؟ مشتی بد کردم از اون ور دنیا تا این ور دنیا آوردمش. هاشم آقا تو چرا اگه قرقر میکنی؟ بس کن دیگه. من قرقر میکنم بیبی؟ بابا اسمال آقا تو یه چیزی بگو. من میگم حالا که جا داریم بیبیرم با خودمون ورداریم و بریم دیگه. اسمال آقا هم حرف زد، مشغول بونم یه باری که ببرم دیگه. ماشینم رو چی کار بکنم؟ بیا رو رو برم. هه آقا چی میگی تو قربون؟ و مرد حسابی مگه تیرون حلوا خیرات میکنن؟ من تازه اگه به خاطر این پسر بدبخت اینقدر ساده نبود خیالم راحت بود که تیرون سرش کلا نمیذارن ها، صد سال سیاه قلم پای میشکرد پام میذاشتن تو تیرون. بابا بیبی که اومد عباسم بگیم بیا به خدا اینقدر خوش میگذره. بیا هرکی به فکر خودشه. مشغول بود خیلی کار خوبی کردی اومد اینجا، دستت درد نکنه. سر شما آقا جون من و زنم و سواره ماشینت کن برگردم شهر، بقیه هرکی بخواد بره تهرون بره. بایست بل آقا بیبی سر بر مامان اونجا بایست. کجا؟ سر بر سر بر چه؟
خاطر اومد اینجا واسه چی کار باید پس بکنم؟ عزیز من بره اونجا ببینیم چه خاکی میخوایم تو سرمون کنیم. هیچ خاکی نمیتونیم سرمون کنیم. بعد سوار شو برگردیم بریم. چی کار میتونیم بکنیم؟ همین که گفتم. ما این همه رو اومدیم برگردیم بریم. حرفی میزنی یا؟ ببین من میگم یه 10 روز ببریمش تو. چه اشکالی داره؟ قول به تو میدم 3 روز. 3 روز که ببینه حوصله‌اش سر میره. میگه منو برگردونه. من که نمیترسم این پاشه بیاد تهران. من میترسم که بیاد تهران یه هفته بعد فیل شاده هندسون کنه پاشه برگرده دوباره بیاد. من از این میترسم. این که ترس نداره. تو مثل که مادر تو اصلا نمیشناسی. حرف که بزنه همونه. مرغ میگه یه پا داره یعنی یه پا داره. میگه برگردیم هممون مجبوریم باید دنبالش برگردیم. یعنی چی؟ تو هم گاهی وقتا یه پا داری. تو رو هم من میشناسم. ولی تو گاهی وقتا شیرین زبونم چیا؟ من میخوام از این شیرین زبونیت استفاده کنی. همین الان یه بارو بهش بگو. بهش بگو شاید راضیش کردی که برش گردون. سرور خدا بگم چی کارت کنه هاشم؟ چرا؟ یه از این بدتر؟ بیا بگی بخواه بیا بیا میگم بی بی جون. بله. والا بلا ما به فکر تو هستیم. ما که دشمن تو نیستیم که. پات برسه به تهرون پشیمون میشیم. یه هفته نمونده میخوای برگردی. کجا برگردم؟ من 10 روزه نیت کردم که روزنامه کامل بگیرم. حالا اگه دیدم تهرون به دلم نشست خب میمونم. اگرم نشست اسمال میبره ولایت میرسونته. اصلا بی بی جون. بیا بخواه. دست در نکن. من قربونت برم. گوش کنم چی میگه. خدا نکنه. ببین عزیز من. من مطمئنم تو یه روز تهرون بمونی ها حوصله‌ات سر میره. میدونی چرا؟ برای اینکه اونجا نه همزبونی داری نه همصحبتی داری نه همسن و سالی داری. قربونت برم. بابا پول پیر زن و پیر مرد همسن و سال من و شما فداوونم. به مرور زمان عادت میکنی. آخه پیر زن پیر مرد که نشد کار. این با شلوغی و دود و دم تهرون میخواد چیکار بکنه؟ اونم به مرور زمان عادت میکنه. بیبی، پاتو از خونه بذاری بیرون گم شدی. اونم میتونه یه دونه سندی توی آدرسی تو جیبش بذاره. سند رو هر کی نشون بده بنزلشو نشون. بابا قضا اینو بدید بهش بره. هر چی ما میگیم یه چیزی جواب میده. تو مثل این که ننه تو نمیخواد تو تهرون باشه. لقمه کردی دور گردنه به چرخون. هره مرش قربون نرو منم ببر به خوده. بفرمه تشریف بیاری. اشقارون جونه خیلی ممنون. خیلی آقای ببین تو راه تو نریا. موضوع بی بی باش. اتا بی بی پچه ده غذا تو نصف کاری گذاشتی. نه ندارم. بنزین داری تو راه نمونی ها؟ نه نصف آفتابه ای داره. میگم اشقارون حالا این نصف آفتابه ما را تا تهرون میرسونی یا نه؟ آره تهرون. نگاه کن اگه زورت میاد بیای تا خودم پیاده برم. بالاخره کار خود چی کرد دیگه؟ خدا بگم چیکارت کنه مشقارون؟ اسم من آقا این چیه؟ نگاش کنیم باده. اسم من آقا داشتیم؟ نه نه ها میگم نه نه قسمت رو میبینی؟ ها من از موقعی که سوار شدم اسمال آقا میدونه همهش هی میگفتن نه نه داش میومدی جات خالیه اینجا. بالاخره تو رو خدا رسوند. تو که الان داشتی کلیه مشکور اون رو میکندی؟ من؟ اون امر سواست. من ناراحتیم از این مشکورمون بود که ننه ما رو برداشته توی جاده خطرناک آوردی به شما. مش الان قربون تو برن که فکر ذکر منم. هاشم حواست باشه تا رسیدی بلا فاصله خرت و پرتاتو بریزی پایین چون من میخوام سری برگردم و سحریمو تو خونه خودم بخورم. نه خیرا اول سی تهرون یه دور کاملی میزنیم جامونو میبینیم اگه دیدیم جامون خوب بود میمونیم
برگردم دیر جامون بد بود بلفور برمیگردیم شهر خودمون. ای خدا لعنتت کنه. من شو برگونه میگم. بچه تو داری جون میکنی بشین دیگه، حالا ما آشوب شده دست تو. تو از یه لیلیگه داره پر سو سر ما خالی میکنی. ببرو زبون تو. حالا مگه کاری به کار ما داره این بیبی که اینقدر داری قصهش رو میخوری؟ به کار شما نخه، قراش سر جیگر من رو سوراخ کرده. مامان مامان به ترک بگو. من میگم که این بیبی رو تو همون ترون شوهرش بدی. باز گنده تر از خود ترسادی؟ راست میگه، هم برا خودش خوبه هم برا ما. خجالت بکش معصومه، تو تهرون دخترهای دمه وقتش بدون خواستگار موندن، اون وقت برای بیبی تو تهرون جب جب خواستگار میاد. آره هر شکمه تهرون همه چیز پیدا میشه ماما، همه چیز. پس من خیلی شانس رو بردم. تو که خیلی آره خداییش خیلی ولی تهران اصلا پسراش خیلی شانس رو بردم. خانم نوبت من شد. نوبت شما بعد از این خانومه. پولک ماهی فرس. خانم نوبت من شد. گفتم که نوبت شما بعد از این خانومه. مطب دکتر قدسی بفرمایید. سلام بابا، خوبی؟ چطوری؟ ماما اینا خوبن؟ کجایین؟ 5 کیلومتری کرج؟ پس یه ساعت دیگه میرسین دیگه. نوبت تو من نشد. آره، آدرس رو که جا نذاشتین. باشه، من نقش اون میدونه وای میستم. باشه باشه، سلام برسونی. خدافظ خدافظ. خانم دکتر؟ بله. من میتونم برم؟ بابام اینا اومدن. بذار اولی بیمارا بیان تو بعد. آخه برم دیگه، معطل میشم. به من چه؟ من که گفتم برای خلوت بود میتونی بری. الان که میبینی شلوغه. نزن خانم، اعصاب نداری. چه؟ خانم نوبت تو نشد. آقا چند دفعه میپرسی؟ بعد از اون خانومی به خدا. چقدر شلوغ ها، نگاه کن. صفای تهرون به شلوغی شننه، آدم خسته نمیشه. یعنی آدم بخ نمی کنه خسته بشه. صبح تا شب باید بود. خدا بگم چه کارت بکنه هاشم؟ اینجا هم شد جا که تو من بدبخت پشونی سیاه رو به زور برداشت بردی؟ باز شروع شدنه، بذار برسیم بعد. برو به بابات بگو به این راننده بگی یه گوشه کنار نگردار، من دل و جیگرم داره از دهنم میزنه بیرون. یا آب به سر و صورتم بزنم. آشو چرا داد میزنی؟ آشو بگی یه یکو بگی. بابا بابا چیه؟ چیه؟ مامان. اگه مامان اونجا نیست؟ مامان هستش ولی حالش بده. بده؟ شما دو خواب بزن بغل ببینم چی شده. بزن بغل. بابا دلش برای ولایت تنگ شده. بله، اون موقعی که من بهش میگفتم خانم خانما، ماد مادر خانم، بشین سر خونه زندگی. ماد مادر خانم، بیا بچه‌هات در به در نکن. اون موقع من بدبخت، من پیشونی سیاه، فکر اینجاشو میکردم نه. الهی به زمین گرم بخوری. اش خورگونه میگم. یواش ترمز کن. مامان گفت. عیالمون چشه. چیه؟ چی شده؟ هیچی هاشم آقا. هیچی چیه؟ الکی میگه بابا، حالش خوب نیست. داره گریه. ای بابا ترسون دید منو بابا جون. گریه نداره، داریم میریزیم خیر سرمون. هاشم آقا گریه نمی کنم که، چشمام همینجا داره عشق میاد، دست خودم هم نیست. اتفاقا چشم منم داره عشق میاد. این خاصیت هواشه. هاشم آقا نمیشه من یه دکتری جایی ببری؟ چشم داره کور میشه، کار دستم میده ها.
آخه دکتر از کجا گیر بیارم تو این هیری بیری؟ یا خود دندون رو جگر بذار، بیرونش هواش دود دمه، تو شهرش هواش میگن خیلی تمیزه. هاشم آقا، هاشم آقا. باز چیه؟ میگم تو رو خدا پیاده شدی، یه موقع گم نشی اینجا تو شهر غریب. من که چرا نشستم، برای چی گم بشم؟ بابا این بهونه شه، دلش با تو بیای عقب. باز تو فضولی کردی؟ ببین، دارم از الان بهتون میگم باید به این دوریات از این به بعد باید عادت کنید، برای اینکه تو تهران آدم مجبوره کله سرگ همه خوابن بزنه بیرون، شب هم که همه خوابن بیا تو لونش، فهمیدی؟ از این به بعد داستان ما این خواهد دیگه، کار ندارید؟ با حوض خودتون باشید. خسته نباشه. حکم اجازه است که در خدمتتون هستم. بفرمایید. یه تشک می‌خواستم برای عروسیم. مبارکه ان شاء الله. کدوم رنگشو پسندیدی؟ والا رنگش فرق همین این چند؟ قابل نداره. قربون شما برم. قابل نداره. خیلی ممنون، تشکر. جدی عرض می‌کنم خدمتتون هستم. نه اینجوری باشه اصلا. خدا بده شاد و بادم. قربون شما برم. نه چند کالا؟ این دو شک 300 هزار. آ 300 هزار. تو من تقریبا حالا ببخشید میشه من یه تماسی بگیرم تلفنی اون مشورتی بکنه؟ این تلفن بر... در اختیار شما. ما حساسن و تو تلفن بزنید این چیزا. بابا تو سگ و صد تومن تخم بدی. ببخشید ها، من مزاحم شدم. اشکال نداره. الو سلام معزم خانم، حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ چی شد بابا اینا اومدن؟ ای کی؟ اوه پس نمیرسیم که، باید عجله کنیم. بله بله بله. نه 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 خواهش میکنم، منم میام خدمت. نه بابا این حرفا که وظیفه‌مونه، به هر حال باید بریم استقبالشون. چشم چشم آزادی. بله میبینمتون. باشه قربان شما، خداحافظ. خداحافظ. آقا دست شما درد نکنه، قربان شما. آقا خدا... کجا؟ من با اجازهتون آزادی قراری دارم، باید برم برسم به بدون دوشک. آها آها این این باشه، ان شاءالله من بعدا میام خدمتتون مزاحم میشم. خواهش میکنم. پس شما یه مبلغی بیانه بدی تا ما حساب کتابمون به هم نخوره. من مبلغ راستی زیاد هم چه پولی همراهم نیست. همین چه بی داره؟ دو دویسته گیازم. این دویسته هنش مال شما. این 2000 تومن هم بیانه میمونه، هر موقع مایل بودی تشریف بیارید، بقیهشو بیارید و شکتونو ببرید. خیلی ممنون. خواهش ببرم. قربان شما. با اجازه تشکر. خوش اومدید. نشو در نکنید. با شما برگردید من آماده میکنم براتون. خریدار نبود. میدونم بابا، این اومده بود تلفن بزنه. فکر کرد زرنگ 2000 تومن تو تلفن ازش گرفته. باری کلا بابا. باری کلا. بابا عجب شهر بزرگه، این دریا میمونه.
آره ای بابا اصلا آقا این ترمزا داره کشتی با خدا جا بهتر از اینجا نبود واسه قرار گذاشتن بذار اول پیداش کنیم بعد بریم یه جایی بهتر دیرون عجب بزرگی میبینی آره میبینیش هم خیلی بزرگی باشه اندازه شهر خودمونه به جای این حرفا پاشو یه دوری توی میدون بزن ببین پیداش میکنی یا نه چیو منو دخترتو دیگه بابا صحبت کن چرا اینجوری به چیز کنیز حاجی میر باقر قور میزنی بابا 10,000 تومن پول گرفتی یا اسمان این بلد نیست بچه من میر راه گم میکنم آره راه ما که تهرون که ندیم که باری کلا خدا بیا برو گفت کجای میدون باید میسن گفت دور میدون بابا این میدون به ده تا خیامون راه داره بالا داره پایین داره کجای میدون باید میسن آره خب داد نستن قنفازم در نکن برو ببین چند تا خیامون این ده تا دو تا خیابونی میگی ده تا اسمش چیه؟ اعظم خانوم دانشجوه چقدر خیابون داره همجور ماشین از توش میاد بیرون اینجا نگاه کن مثل مور ملخ ماشین سلام جان سلام سلام اینجا چرا وایستادی؟ دخترم بخواد بیاد مدارک تو لطف کن مداره که همه چی دارم جام سلام منتها تو خرت پرتامه به سرور گفتم بذاره دم دست ببخشید جام سلام شما یه دختر خانمی رو ندیدید که اینجا منتظر باشه نه خیر آقا اینجا توقف ممنون حرکت کنید بس بیبی ازم به خاطر همینجا توقف ممنوع وای نستاده اینجا اینجا توقف ماشین قدغنه نه توقف آدم تابلو رو من ندیدین اون تابلو که عکس جرس تغییر ما فکر کنم جرس تغییر ممنوعه این که جناب سروان سلام علیکم خالتون خوبه؟ جناب سروان ببخشینا آخه میدون به این بزرگی معمار جای کیه تنگ کرد نگاه کن جناب سروان بعد حرکت ما یه ذره جا وایسادیم نه خیر آقا اینجا توقف ممنون حرکت کنی آخه اسماعیل آقا باید بیاد قربونت برم اسماعیل چه اسم مرده مگه من گفتم اسم زنه تو چه گفتی منتظر دخترتی آبه چه توفیر میکنی جناب سروان اسمتونو هاشم آقا کی به تو گفت اسم منو بگی جناب سروان ننویس تو رو خدا ننویس ببین بذار صاحبش الان میاد جناب سروان آخر نوشتی جناب سروان آخه انصاف کجا رفت بفرمایید جناب سروان خدا عمرت بده نه تخفیف بده اوه 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 15,000 تومان جناب سروان بابا ما با یه کابین کل اساسی سر بچه با 10,000 تومان اومدیم از شهرمون شما ورداشت پون تخفیف بده تخفیف برات حالا معاینه فنی هم ننوشتم سری ماشین بردار برو تا جرثقی نیومده حملت نکرده نبرده برو حرکت کن آخه از کجا میای هاشم هاشم حالا تو کجا میخوای بری کار میخوای بکنی من ندی چی گفت هاش تکونش بدم دیگه من تو بلد اینو برونی هاشم کاری نداره این چی ها میمونه دیگه فقط یه خود گنده است آقا سعید مسومه
ماشینم کو. شما یه کامیون اینجا ندیدین؟ ندیدم. آره. خودم آوردم همینجا پارکش کردم. نه نه نه، غیر از اون که خودت پارک کردی یه کامیونی که خرت و پرت توش باشه. ببینم. نکنه تو دختر هاشم آقایی. بله شما گرم دیگه. من قراره دومادش بشم. ره اوناهاش. ای ماشینم. ماشینم آقا برو پیداش کردم. برو آقا برو. منصور خان خیلی گنده است. اون نیست، اینه. اینی؟ اینه، این. اینه؟ آره، همین. اینه، اینه. اینه؟ البته این ظاهرش اینجوری ها، توش خیلی قشنگتره، خوبه، عالیه. هاشم آقا شما حواستون به این موتور باشه، من برم به این اسمال آقا یه دست فرمونی بدم، یه وقت خدای نکرده نخوره به در دیوار مردم. اسمال آقا! اسمال آقا! بیا، بیا! چیه؟ هیچی. شهر فرنگ اینجا؟ شهر فرنگ؟ والله من مال اینجا نیستم، اینجا رو خوب نمیشناسم. شاید کوچه بالایی باشه. کجا رو نگاه میکردی؟ حیاتشو. خب، پسندیدی؟ عجب دلبازه. اصلا فکر نمیکردم خونه اینجوری تو تهران پیدا بشه. باید تکنه بینم. باید ناقصه؟ نه. این کامیون همش اسباب اساسی توه؟ نه بابا، نصفش زن بچه هم. آقا ما بیایم تو. بیا تو. یا الله. بیا دیگه. خونه اینه. چی بود؟ به 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 ببخشید آقا، استرق عمیقم داره؟ نه خیر، ما اینجا فقط یه چیزمون عمیقه. چی؟ اونم چای فاتلابه. چمت ها؟ من میخوای تو چای زندگی بکنی؟ خونه رو پرسیدم. ها بیا. این طبقه پایین که قرار شما زندگی بکنین حدوداً 80 متره. هشتاد متر. ببخشید، بالا مگه قراره کسی دیگه زندگی کنه؟
نخیر. با این دست سناری که شما دادین بابت رهن و اجاره، هر دو طبقه در اختیارتون قرار میگیره. مگه شما هم قراره بالا زندگی کنید با ما؟ خب بله، شما پایین زندگی میکنید، بندم بالا. اینجا همه چیزمون سواس، فقط یه چیزمون مشترک. چیه؟ تشفیری. فقط اینو با هم شریک. آره؟ نیفتی؟ اینجا مال خودت، جای دیگه هم هست؟ تشریف بیاری. اینم آشپزخونه چی؟ بالا این باره رو خالی کن. نوکر رو تقرب اینو از اول میگه. شما بفرمایید که مقتدر باشین. خطرناک. گفتم که یهو خالی کن. چاری جارو میکنه بدم برو گم شو. نه مامان مامان یلا برید بار بزنید برید. چی شد یه دفعه؟ چی شد؟ مگه تو نگفتی یه خونه خوب برات پیدا میکنم؟ ها؟ مگه تو نگفتی؟ حالا چرا داد میزنی آقا هاشم؟ بابا جان اینجا تهرون آبروریزی نکن، تازه اومدیم تو این مه. من داد میزنم خوب کار میکنم، جواب منو بده. مگه تو به من نگفتی بابا جون یه خونه خوب برات تو تهرون پیدا کردم؟ اینه؟ خب اینم خونه است دیگه. بعد چیه؟ پس اون کیه توش؟ چرا اینقدر قاطیه؟ خب اون صابخونه است دیگه هاشم آقا. برداشت تو چیکاره اینجا؟ کی با خودت برداشتی آوردی؟ آخه بابا من و زن بچه‌ام با یه آدم توی خونه زندگی کنیم، این درسته؟ هاشم آقا از موقعی که مدی داری داد میزنی. خب به ما هم بگو ببینیم چه خبر شده. بیا برو ببین صابخونت کیه. برو صابخونمون دیگه کیه؟ آره نگاه کن. آره نه نه اومده تهرون حس بخوره خدا منو مرد. ما رو بگو فکر میکردیم میاییم تهرون توی یه قصری کاخی میخوایم زندگی کنیم. آخه این چیه؟ نگاه کنیم کاگل چی آخه؟ یه بارا الان دیوار میریزه رو سره. یه بارا اینجا واقعا تهرونه؟ تازه اینجا من یکی از آشنای آقا منصور ایناست، وگه نه به این راحتی خونه پیدا نمیشه تو تهرون. آخه مادر من گیریم که آقا منصور اینجا رو برای ما گرفته. خیلی ممنون آقا منصور، ولی آخه با این همه اسباب اساسیه تو این جای فسقلی ما چجوری بخوایم زندگی بکنیم؟ تو منم همینو میگم. من اگه سرمه ببرن پامه توی خونه نمیذارم. حالا شما توشو ببینین اصلا شاید پسندیدین. آقا من 3,000,000 تومن پول نقد دادم که بیام اینجا زندگی کنم. حق با شماست، حق با شماست. خدا با 3,000,000 از این خونه بهتر پیدا نمی‌کنین تو تهران. هاشم آقا حالا که تا اینجا اومدیم
بریم تو ببینیم لاغل توش ببینیم چه جوریه. زره نداره. بریم بریم ببینیم. بریم ببینیم. بیا رادیو. آقا یاره چیزش جون میده واسه گل کوچیکا. بابا تو رو به جدتون زود باشی. من تو هوا تاریک نشده باید برگردم برم سر زندگی. قرقر نکن. آقا نوکرتم قربونت برم. اینا پول دادن دست صابونه خیالت راحت بشه اینا میمونن. آقا چشم نوکرتم الان با اجازه میگه. بابا اونا هنوز سعیلی بهش معلوم نیست. نه روشن میام. عجب غلطی کردیم ها. عجب گرفتار شدیم. ای داد بیداد. این از کجا اومد؟ چند سال ساخته اینجا؟ ای ده دوازده سالی میشه. شصت و هفت سالو داره. نگاه کن چقدر گرد و خاک. این هم شد خونه؟ بیزی یارا زو مزد. این دیگه چش اینجا وایساده بر من نگاه میکنه. بیزی مادرمه. حتما پدرتون رو تشریف میارن به زودی. حساب تشریف باشید بشازده. نه ایشون مجردم. پدرم خدا بیامرزه چند سال پیش عمرش داد به شما. من این خونه رو به چهار نفر اجاره دادم. خب اینا هم چهار نفرن دیگه. پکیم چیه؟ آقا شما اون یه نصف بچه رو یه دونه حساب میکنی؟ این هنوز شلوارش هم نمیتونه بکشه بالا. این خانم چیه؟ گفتم که مادرمه. خیلی ببخشید من میخوام بدونم به جنابالی چه مربوطه که ما چند نفری بیم. این شو صاحب خونه فامیلای آقا منصور. صاحب خونه باشه هر که بخواد باشه. من این خونه رو به چهار نفر اجاره دادم. بیشتر از اونم راه نمیدم. همین و همین. باشه کنم اینم. مخلصم الان دادازم بابا چرا نگفتین میبیرم میخواییم بیاریم؟ الهی این مشقربون زلیل مرده تون به تون بشه. حالا من بیمیش پرده میزنه. مگه بیمیش پرده میکنه؟ خیلی خوب سرور خانم. خیلی خوب ازم برو تا شب نشده پولو من ازش بگیر سوار شو بری بابا. سوار شو بری. من با این پیر مرده توی دیگ نمیجوشی. من قراره با هم بری تو دیگ. لکن دختر داشته. لکن دختر داشته. آقا هاشم آقا. من راضیش میکنم که همه تون یعنی با همین تعداد اینجا زندگی کنی. خوبه؟ من نفهم تو همه شو خیلی بابا منصور راست میگه دیگه. حالا که این همه راه اومدیم حداقلی که دو سال بمونیم بعدم بریم دیگه. آفرین بس با اجازه. بس با اجازه من رفت. عجب گرفتار شدیم. آخه یکی نیست به من به من بگی آخه مرد حسابی چرا اختیار خودتو دادی دست زن و بچه؟ چرا؟ آقا اگه میخوای صبح تا شب تو این خونه بره دل من بشینی هی قرب این جون من بزنی کاسه سرمو بلند کنی همین علا پاشو وسایل بردم بریم. جازه باز این کارا چیه؟ بابا طرف کلی خجالت کشه جلوی زن و بچه. تو چی کاره خودت قاطی میکنی؟ به اینا خیر از من کسی رو ندارم. دفتر بکش تا حالا نهیده بودم چون فامیلم؟ نه اینا فامیل که نیستم ولی خب اون اعظم خانم که دانشجوه همکلاسی منیر ماست. منیر گفتش این بنده های خدا دنبال خونه میگردم. منم یاد شما گفتم گفتم کی به اتنه شازی خودمون واسه همین گفتم یه کمکی بهشون بکنم. این پیره دنه بره حرف نداره. با اون که میره اومده کمک واسه اسباب کشی فقط. برو بچه برو من سیام نکن. من خودم دو قال فروشم. یه اون با مستاجر سر کله زدم. خب ده اشتباه همینه دیگه شازده جون. اینا مستاجر نیستن که. هاشم آقا از صبح تا شب میره سر کار. اعظم خانم هم که همش دانشگاه است. اون پسر کوچولو هم همش مدرسه است. دختر کوچیکشون هم دو سه ماه دیگه عروسی میکنه. رد کارش اصلا مستاجر کجا بوده؟ کسی نیست تو خونه. آب میخوری؟ نوش جونت بفر گلوان بخور. نوش جونت من نمیخور.
مرده چی کار است؟ اون تو شرکت خودمونه، یه کار خوب براش پیدا کردم. بگم بمونن؟ بگیری من آب بخور. نوش جونت بابا جون. نمی... آقا نمیخورم، بمونن. آقا پول ما رو برده بیا. حالا مگه میخواین بری؟ آره. شما دو پایس مال آقا برگردید خونه، من دو سه روز اینجا میمونم. میچرخم یه خونه خوب پیدا میکنم. آقا چیه بابا جون، چرا داد و بیداد میکنی؟ آخه تو نمیدونی چی شده. آقا حل اصلا ماجرا، همه چیش حل. ماجرا حل شده، تا پشیمون نشده بریم وسایل بردارین بیارین تو. چی پشیمون؟ اون پش من پشیمونم. اینو نگاه کن، آقا پول منو بردار بیاره. کدوم پول بابا جون؟ این پولو خرج کرده تموم شده. پول منو خرج کرده؟ پول منو از این دور و برای کلانتری ببین کجاست. کلانتری دیگه واسه من شده وکیل بگیرم اما پول من از دور خوبه بکشم بیرون. اونم پول زحمت کشی اتلاسازی. بگیر اینم پوله. دودم بریم بیرون. قابلی شما نداره، اگه احتیاجی هست باشا اون قلنامه رو بیار، بردارم بیار من پارش کنم. اجازه بده شازه جون. من اجازه نمیدم. آقا یه دقیقه. اصلا اجازه نمیدم. ازم خانم اون قلنامه رو شما لطف کنید. قلنامه دست بابام. اصلا کجا بود؟ دست شماست دیگه. اینه؟ البته اصلا نگران نباشین، من الان حلش میکنم. بیدی بارو بابا. زکی نیمده رفت. نه بابا اون اصلا به ظاهر شازه نگاه نکنی، شازه گاهی وقتا عصبانی میشه ولی واقعا تو فامیل به خوشقلبی معروفه. خدمت شما. این قولنامه شما، اینم قولنامه من. بفرم. بدم چیر بدم؟